بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جلالتماب جمهور رئیس د حج ارشاد او اوقاف و محترم وزیر صاحب د جمهوری ریاست د چارو ادارې د هوایی ډګر او کامیر شرکت درنو مسؤلینو ډیرو قدرمنو حاجي صاحبانو او بیبیا جانو السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. دغه سپیڅلی سفر دینی پریزه د افغانستان او افغان ولس په حق کې دعاګانې مو خدای په ستر دربار کې قبولی او منظور کړه. خارص فیض الدین محمدی ته بلنه ورکوم چې د عظیم الشان قرآن د څو مبارک آیتونو په تلاوت سره غونډه پیل کړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض في ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. لقاری صاحب څخه په مننې اوس د حج او اوقافو محترم وزیر جناب عثماني صاحب ته بلنه ورکوم چې د وینا لپاره تشریف راوړي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق. صدق الله العظيم. تشریف آوری جلالت ماب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان را به محفل بدرقه حجاج محترم کشور ما خیر مقدم عرض می کنم. با وجود مصروفیت ها و مشغولیت ها، با دلچسبی و توجه و اهتمام خاصی که به این پروسه مقدس دارن، امسال چهارمین سال است که در محفل بدرقه حجاج جلالت مآب رئیس جمهور را با خود داریم و دعا می کنیم که بعد از سپری شدن موفقانه پروسه حج، در برگشت هم جلالت مآب رئیس جمهور به استقبال کاروانهای حجاج مع الخیر مواصلت بکنند و حجاج محترم ما هم به خیر و با صحت و عافیت به کشورشان برگردند. حاجی صاحبای محترم و بی بی آجی های عزیز،
از نزدیک ما شاهد هستیم که جلالت نائب رئیس جمهور با رهنمایی ها و مشوره ها و هدایاتشان برای بهبود این پروسه همیشه تلاش فوق العاده به خرج دادند که خوشبختانه ما امروز یک برنامه منظم را میبینیم. در جمع همکارای ما از بین علما 650 نفر ناظمین از بین 8000 نفر انتخاب شدند و برای هر 45 نفر یک نفر از مولوی صاحبا به حیث ناظم خدمتشان می کنند برای رهنمایی دینی. و در هر پرواز امشب ما 8 معلم و یک مسئول کاروان داریم و خوشبختانه آگاهی دهی و اطلاع دهی به حجاج از 2 روز قبل شروع شده و بدون سرگردانی حجاج محترم به مجتمع و بعد از او به میدان تشریف میارن. در بخش کارهای خدماتی، در بخش تغذیه، در بخش ترانسپورت، در بخش میدان هوایی ما هر سال 250 نفر عضو بعثه داشتیم که خارج از سهم حجاج. امسال با تلاشی که صورت گرفت عربستان سعودی موافقت کرد که 100 نفر دیگر هم بیشتر بکنه با توجه به محدودیت هایی که در بخش استخدام کارمندان محلی وضع کرده بود. 350 نفر از اعضای بعثه، انشاءالله 60 نفر دکتر و در بخش تغذیه، در بخش میدان هوایی و در بخش های دیگه هم کارمندا و همکارای ما در خدمت شما خواهد بودند. و فقط از حجاج محترم ای آرزو را داریم که یکی از حجاج دین روز در فیسبوک ما عکسش مانده بود و گفته بود که حجاج محترم ما دعا کردم قبول شد، شما هم دعا کنین و مطمئن باشین که دعایتان قبول میشه. عاجزانه تقاضای ما از حجاج محترم ایست که به کشورشان، به هموطنایشان و به جلالت مآب رئیس جمهور و همکارایشان دعا بکنند. حج جای قبولی دعاست و پیش از پیش حجتان مبارک باشه و با اینمی امید که حجتان مقبول باشه و به برکت دعاهای شما صلح و امنیت سرتاسری در کشور تأمین شود. و جلالت مآب رئیس جمهور و همکارایشان که صادقانه و شب و روز در خدمت به هموطنای ما زحمت میکشند، خداوند توفیقات مزید را نصیب بکنه و انشاءالله با صحت و عافیت در برگشت باز هم در اینجا همدیگر را ببینیم و باز هم حجتان مبارک باشه و تشریف آوری جلالت مآب رئیس جمهور را مجددا خیر مقدم عرض میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سپاس جان از جناب وزیر سیب از عجی سیبان و پس تازی تو عجی سیب عبدالواسیت دوائنا بلن ورکوم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. برادرای محترم، ما به صفت یک حاجی د پیشرویتان استاد هستیم. امسال د حج پروردگار نصیب ما رم کرد، لیکن ما بسیار از ته دل خوش هستیم و از یک چند صفتی که ما به چشم خود دیدیم و از برادرای حجاج کرام دیدیم بسیار ما از ته دل خوش هستیم. یکی که امید تمام برادرای همکارای که در مجتمع ما دیدیم و در میدان هوایی ما دیدیم، برای تمام حجاج ای تو یک رویه میکنه مثل که پسر در مقابل پدر باشد. هیچ ما از اونا کدام قهر، کدام غصه، کدام روش زشت هیچ را ندیدیم. دیگه ای که برادرای محترم، در مجتمع ما که من نظافت سعی کردیم بسیار خوش با آمد الحمدلله. تشنابه تمام شما از این خاطر سعی کردیم که ما گفتم که شاید که یک تشناب خراب باشه، نلیشه شکشته باشه، تمام بسیار منظم و بسیار ترمیم شده و بسیار صاف پاک الحمدلله. صابون در هر جای موجود، در هیچ جای ما نواقص هم ندیدیم. و دیگه ای که الحمدلله طعام بسیار پریمان و هر حاجی که چی قدر میخوره
بریازی هیچ کدام ممانعت نیست که حاجی صاحب تو زیاد خوردی. دیگه ای که از تمام کرما زیاد متاثر شدیم به ای که به توجه خاص رئیس جمهور صاحب و به توجه خاص وزیر صاحب اوقاف که ما دیدم که در مابین حاجان میگرده مثل یک برادر واری، مثل یک خادم واری که هیچ به صفت یک وزیر خود نمیبینه که ما یک وزیر هستم و ما یک امتیاز داریم. از هر حاجی مشکل از زیر پرسان میکنه و هیچ امکان نداره که کدام خدا خدا نخواسته کدام مشکل داشته باشه که مشکل از او حل نشود. بسیار حاجی صاحبان ما خودی ما در امسال در سال گذشته خود ما ندیدیم، در امسال الحمدلله حاجی صاحبا بسیار زیاد خوش هستند و انشالله که امی حاجی صاحبا از ته دل برای امی ملت مظلوم ما دعا کنه، پروردگار دعایش هم قبول میکنه خصوصا در اماکن مقدسه. سعی کنین به چشم خود دیدیم که به صفت یک رئیس جمهور میایه و همراه هر حاجی که بلا استثناء همراه هر حاجی بغل کشی میکنه، یی بس بسیار همدردی و بسیار دلسوزی دلالت میکنه که ما میبینیم که اونها امی مکلانای ما، امی سربراهای ما، همراه ملت ما بسیار دلسوزی و همدردی داره. ما به چشم خودی را دیدیم و دعا میکنیم که پروردگار امی عذابی که سر ما مسلط است، سر ملت مظلوم ما مسلط است، که پروردگار امی عذاب از ما دور کنه. و برادرای محترم یک درخواست خاص ما است بر تمام عوام و خواصی است که عذاب پروردگار غیر از اینکه ما صلح به پروردگار خود بکنیم و در پیشوری پروردگار خود ما گریه نکنیم دیگه هیچ رای حل نداره، والله که از دنیا تانگ و تیاری دنیا در ملک تو امن آورده نمیتانه غیر از اینکه همی پروردگار ما از ما و شما راضی شوه و هر افغان در دل خود امره پروردگار صلح کنه و توبه کنه و گریه کنه. 50% ما اگر توبه کردن پروردگار امو عذاب از ما و شما دور میکنه. لیکن هر کس میگوید که ما در کدام گناه مبتلا هستیم خود که توبه کنه دیگر کنه، این تو نمیشه برادرای محترم. الله تعالی به تمام تان جزای خیر بده، به تمام همکارا که ما بسیار از اونها متاثر هستیم. پروردگار امی تمام اعضای ملت ما امی تو کنه مثل که ما به چشم خود دیدیم، یعنی مثل وزیر صاحب، مثل رئیس جمهور صاحب و همکارای ما در مجتمع و دیجه در میدان هوایی که تمام حاجی صاحبا سیاسراست بی بی آجی هستا و مرده هستا، ما از افراد یک آجی هستم و خوش هستیم و الله تعالی ما و شما تمام را خوش بسازه. و سبحانک اللهم و بحمدک و نشهد و الله اله الا و نستغفرک. حاجی صاحب څخه مننه. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جلالت ماب جمهور رئیس پر ډیر درنښت د لارښودې وینا لپاره تشریف راوړي. بسم الله الرحمن الرحیم. بی بی حاجی صاحب، حاجی صاحب و عزیز تمام اعضای محترم جناب قطالیس، السلام علیکم و رحمت الله برکاته. به هر یک از حاجی صاحب و بی بی حاجی صاحب تبریکی میگم. امروز شما خوشبخت هستید که یک رکن بزرگ دین مبین ما را قادر به این میشین که به نتیجه برسانین و به تمام خانواده، به تمام ملت افغانستان و به تمام دنیا اسلام مرحمت دی عملتان است. امید است که درک کرده باشین که حکومت خدمتگارتان است. وظیفه حکومت داری خدمت است. او روزایی که حکومت خود فوق مردم میدانست گذشته گذشته گذشته. معیار یک وزیر، یک رئیس و مخصوصا رئیس جمهور این نیست که خدای ناکده از مردم خود خود جدا فکر کنه و یا فکر کنه که حق زورگویی یا حق عزیزی داشته باشه که در فوق دیگاه ببینه. تنها دلیلی که خداوند جل شأنه ما رو پیدا کرده و یه امانت به ما سپرده از خاطر خدمت است. از این که جناب حاجی صاحب به نمایندگی صحبت کردن و خوش هستن، خداوند اینا رو داشته باشه و همه را موفق داشته باشه. یه خاص وقت که تسرج دزی لمله وارده سه
در عربستان علمای کرام و در افغانستان علما سره او د اسلام د نړۍ ټول علما سره یو ځای سول او په ډیر قوت او همغږي د افغانستان د سولې ملاتړ وکړ. دا یو بېساری حرکت و. زه له محترم ورور نه مې خادم حرمین شریفین نه ملک سلمان نه او د ولیعت نه محمد بن سلمان نه او له ټولو سعودي چارواکو نه مننه کوم چې په واقعي توګه هغه دلایل چې په غیر مشروع توګه مطرح سوي وو چې خدای ناکده د افغانستان وینې تویولو کې کوم مذهبي اساسي کوم اسلامي اساسي دا لرې سو. نو تاسې په ښه وخت کې ځئ، د افغانستان نوم سره ټول د عربستان ولس آشنا ده او خاصتا دواړو امامانو هم د مکې معظمې او هم د مدینې منورې هم تیرې هفتې که او اوس هم فتواوې ورکړي او هم دعاګانې کړي دي چې انشاءالله تعالی به دلته د خیر سبب سي. مثل همه افغانا ما از شما تنها یک تقاضا دارم و اویست که مطلق به اراده خداوند جل شانهو تسلیم باشه و مخصوصا وقتی که با مقام ابراهیمی میرسین بر از این ملت دعا کن. حضرت ابراهیم علیه السلام پیغمبر بود که قربانی انسان با قربانی گوسفند بدل کرد، با قربانی حیوان. اما بدبختانه در مملکت ما انوس هم با انسان مانند حیوان رفتار میشه و این وضعیت است که مورد قبول هیچ کس نیست. دعا به درگاه خداوند جل شانه یک عظمت عظیم داره و تسلیم شدن و توبه کردن یک صفت خاص داره. شما بازم نهایت خوشبخت هستید که تمام دنیا اسلام با هم میبینید و عظمت دین مبین اسلام شما درک میکنید. سفید، سیاه، سرخ، زرد، عجمی، عربی، افریقایی، امریکایی، استرالیایی، ژاپنی، چینی، دین مبین اسلام امروز در همه جای است و شما فرصت عزیز خود داشتین که با دیگر مسلمان ها مثل که همه تو طریقه و سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بدون هیچ نوع تفاوت پالوی یک دیگه استاد میشین، پالوی یکی دیگه مراسم اجرا میکنین. ما زیادتر مزاحمتان نمیشم. در بخش های که به دنیا تعلق داره وزیر صاحب شخصا امرای در پروسه هچ خواد بود و تمام امکانات حاضر گرفته شده. هدف ما و تعهد ما ایست که هر سال پروسه بهتر شوه و انشالله تعالی وقتی که شما پس تشریف بیارین یا تیاری آخر تشریف بیاره ما بازم خدمتتان خواهد آمدون. بریالی وسی او خدای جل شانهو ده اتاس دعاگان دی مقدف ده اولست پاره او دراتون که نسلو ده پاره اومدیم. بخیر وسی.